خدمت همگی شما بینندگان عزیز، امیدوارم در هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. مثل همه هفته در خدمت آقای دکتر شهریار وزیری تبار هستیم، متخصص بیماری های داخلی و عمومی با بیش از 35 سال سابقه طبابت و بیش از 14 سال کار و تلاش و تحقیق در مورد سلول های بنیادی. سلامی داریم خدمت آقای دکتر شهریار وزیری تبار. سلام آقای دکتر. منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم عکاک و سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز. خب آقای دکتر، مثل همه هفته برنامه پرباری رو میدونم تهیه کردید راجع به یک سابجکتی که زیاد در موردش صحبت نکردید. بله. امروز صحبت خواهید کرد، یه توضیح بفرمایید. بله، ببینید یه چیزی رو که ما خیلی وقت راجعش صحبت نکردیم و بیمار در موردش الان صحبت خواهند کرد و خیلی شایعه. بله. چه در ایران چه در همه جای دنیا بیماری هست به نام بیماری کولیت اورسروز یا اورسراتیو کولایتیس یا روده زخمی. بله. یا یه نوعش هست، یه نوع دیگه هست به نام کرون، و این بیماری خیلی رایجیه. بله. و در جوانی هم بیشتر سراغ افراد میاد و عزیزی که درمان شدن اینها میان صحبت میکنه و بعد از اون من راجع به بیماری به طور کامل توضیح خواهم داد که این بیماری. بله. چی هست، چجوری میشه به وجود میاد، چه عواملی داره، درمانش چیه، راجع به اون مفصلا توضیح خواهم داد. حتما پس بریم فیلم این عزیز رو نگاه بکنیم که در مورد بیماری خودش توضیح. بله، روده زخمی توضیح میدن. بریم نگاه کنیم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم. آقای دکتر وزیری تبار و بینندگان عزیز، قدیری هستم. مدتی بود دچار بیماری کولیت زخمی روده بودم و هر چقدر که دکتر میرفتم دکترها تشخیص نمیدادن که این بیماری دارم و به من دکترها میگفتن که شما هموروید داخلی دارید و حتی توی خونم، توی مدفوعم خون بود. باز هم هر چقدر که میرفتم میگفتن شما هموروید داخلی دارید، تا اینکه بعدش خودم با اصرار زیاد رفتم یک کولونوسکوپی گرفتم، موقع متوجه شدم که کولیت زخمی روده دارم و بعدش دکترها به من گفتن شما باید بیاد حتما عمل کنید، که سال 95 عمل کردم و بعد از عمل به خاطر مصرف داروهای شیمیایی که برای من تجویز میکردن، من که مصرف کردم خیلی توانایی بدنم از بین رفته بود، سیستم ایمنیم پایین اومده بود، همیشه التهاب روده من خیلی اذیت میکرد. بعد باز هم 6 ماه بعدش یه چکاپ رفتم، ناحیه شکم گرفتم. اون موقع متوجه شدم که دکتر به من گفت که شما کبد چپ داری و تهالدم بزرگ شده. همون موقع من فهمیدم که کبد چپ دارم و هیچ علائمی مشخص نبود که کبد چپ دارم، حتی چربی خون هم نداشتم، وزنم هم زیاد نبود. بعد من چون خیلی دیگه بدنم ضعیف شده و نمیتونستم که حتی پیاده روی کمی مقدار که میرفتم خیلی زود خسته میشدم و خیلی ایمنی بدن من خیلی پایین اومده بود، ضعیف شده بود. من هم چون دچار ناراحتی معده بودم، معده خیلی اذیتم میکرد، حتی غذا درست نمیتونستم بخورم، حالتهای تهوع داشتم، خیلی سرفه میکردم، موقعی که سرفه میکردم مقدار خون تو دهنم جمع شد به خاطر مصرف این داروها، این کپسول‌هایی بود که برای من تجویز کرده بودن که 6 ماهی دوره رو مصرف کردم. بعد باز به خاطر مصرف همین داروهای شیمیایی و حتی باعث شده بود که پلاکتم خیلی بیاد پایین، که حتی اگه کسی دستی به بدن من اشاره میکرد حالت کبودی پیدا میکرد، پاهام خیلی گزگز میشد، زانوهام خیلی درد میکرد، استخون درد گرفته بودم که حتی با زانوام، حتی موقعی که میخواستم نمازم بخونم همیشه نشسته نماز میخوندم. بعد از این دیگه خیلی متوجه شدم که خیلی حالم بده. برنامه های آقای دکتر وزیری تبارم از طریق تلویزیون همیشه پیگیری میکردم و همیشه صحبتاشون در رابطه با بیماری های گوارشی، بیماری های کبدی و اثرات عملکرد داروهاشون که همون
استمرجین باشه، توضیحاتی که میدادن من همیشه گوش میکردم و پیگیری میکردم. بعد با خودم گفتم که چرا که نه، من هم یک دوره که شده حتما باید از این داروهای آقای دکتر وزیری تبار استفاده کنم. بعد من پیغام گذاشتم برشون، ایشون با من خودشون تماس گرفتن، با من مشورت کردم، بعد در بیماری های خودم رو برشون گفتم، مشکلاتی که داشتم بعد از عمل، بیماری هایی که داشتم باشون مشورت کردم. بعد من داروها را سفارش دادم، که بعد از 2 ماه این داروها به دستم رسید. بعد من داروها را استفاده کردم، مصرف کردم. بعد از 4 ماه بعدش باز رفتم برای سونوگرافی که رفتم گفتم که خودم هم اصلا خیلی تعجب بود برام که بهم گفتم که کبدت دیگه چپ نیست، تحالت بزرگ نیست و حتی اون التهابات رودم که داشتم و اذیتم میکرد برطرف شده است و الان خیلی خوشحال هستم که خیلی سرحال و پر انرژی هستم، هم میتونم خیلی پیاده روی کنم، حداقل روزی 1 ساعت میتونم پیاده روی کنم، حتی از کوه برم بالا که قبلا خیلی بدنم ضعیف شده بود و توانایی راه رفتن نداشتم. در ادامه باید بگم موقعی که عمل کردم این سال 95، چون شاغل بودم و بیرون کار میکردم دیگه نمیتونستم برم کار کنم، مرخصی گرفتم و نرفتم دیگه کار کنم، ولی بعد از مصرف این داروهای استمرجین اینقدر من توانایی ما به دست آوردم و انرژیم پر انرژی شدم که باز هم مشغول به کار شدم و الان کار میکنم بیرون. سلام خدمت آقای دکتر وزیری تبار و همکارانشون و برنامه تلویزیونی ITN. خدمت هم هستم که من مولایی هستم، همسر خانم قدیری. حدود 5 سال بود که ایشون با بیماری کولیت روده داشت که ما مراجعه میکردیم به پزشکا. چند دفعه که مراجعه کردیم تشخیص میدادن که هموروئید داخلی داریم. با اینکه سال 95 رفتیم و از یکی از این آقایین دکتر درخواست کردیم که برایش کولونوسکوپی بنویسه. کولونوسکوپی که نوشتن، ما رفتیم کولونوسکوپی گرفتیم. تو کولونوسکوپی مشخص کرد که کولیت زخمی روده است و بعد که بردیم اصفهان دکتر، آقای دکتر گفتن که باید عمل بشه. رفتیم و عمل کردن و بیمارستان عمل کردن. چند روزی هم بود، 10 روز هم بیمارستان بستری بودن. بعد از که بستری بودن خیلی بدنشون ضعیف شد و این که عمل شدن و بعد از که عمل شدن اومدیم مرخص شدن و بعد از مرخص شدن شون یه سری داروهایی دیگه باز معرفی کردن به یه دکتری دیگه ای که داروهای شیمی درمانی مصرف کنه. یه سری داروهای شیمی درمانی برش نوشتن که این داروهای شیمی درمانی هم قرص بود هم آمپول بود که این قرص ها خیلی حالشون رو بد میکرد. هر روز به مدت 6 ماه این دارو رو مصرف میکردن. این 6 ماه خیلی از نظر توانی، از نظر نیرو بدنی خیلی ضعیف شده بودن که حتی اصلا خیلی به سختی راه میرفتن، اصلا تو خونه که اصلا توانایی کارایی کاری که انجام بدن نداشتن به هیچ عنوان. با اینکه تا اینکه ما برنامه تلویزیون آقای دکتر وزیری تبار رو پیگیری میکردم، از قبلش من میدیدم و پیشنهاد خود من بود که به خانم گفتم که ما باید از طریق همین آقای دکتر وزیری تبار باهاش تماس بگیریم و این سلولهای بنیادی که صحبتش هست که میگن که برای اکثر بیماری ها مفیده، از همین سلول های بنیادی استفاده کنیم، مطمئنا اثر میذاره. تا اینکه یه موقع من اومدم شماره شون از تلویزیون برداشتم و زنگ زدم خدمتشون که پیام گذاشتم. یه 2 روز بعدش آقای دکتر تماس گرفتن با ما، گفتن که
در رابطه با چه موضوعی است؟ گفتیم که موضوع بهش گفتیم که بیماریشون بیماری خانم به چه صورت است. گفتن که مدارک برای من بفرستید. ما مدارک کلا برایشون فرستادیم. مدارک که فرستادیم باز چند روز بعدش تماس گرفتن و گفتن که خب این به این صورت است که شما اگر بخواید میتونید از این داروی سلولای بنیادی استفاده کنید، خیلی هم مفیده. گفتیم خب چقدر خوب، بله ما نیاز داریم، حتما باید این کار رو بکنیم. یه زحمت کشیدند و فرستادن برام. فرستادن، از اون موقع که داروها رو گرفتیم و مصرف کردن خیلی بعدشون تغییر کرد، نیرو گرفتن، انرژی گرفتن. یعنی از حدود 4 ماه بعدش که اصلا دارو تموم شد که یه روز به روز انرژیشون میرفت بالا، پلاکت های خون که اومده بود پایین ضعیف شده بودن که اینا خودشون گفتن تو صحبتشون کنم، خیلی ضعیف شده بودن. اینا روز به روز بهتر شدن تا اینکه الان که فعلا خیلی خوبن، خدا رو شکر. موقعی که عمل کردن بدنش خیلی ضعیف شده بود، خیلی ضعیف شده بود، بخاطر اینکه خون خیلی زیادی حدود عملشون هم زمان عملش هم 3 ساعت طول کشید که عمل شد. خون زیاد از بدنش رفته بود، بدن خیلی ضعیف شده بود. تا چند روز که بیمارستان هم، بعد از اینکه از بیمارستان اومدیم تو خونه که یه تا مدتی اصلا تخت خوابیده بودن و نمیتونستن کار رو انجام بدن، که من خودم اینجا کمکشون میکردم برای کار رو انجام میدادن. و بعد از مدتی که دیگه این داروهای آقای دکتر وزیر دوار آقای پیشنهاد دادیم و من خودم پیشنهاد دادم که بگیریم گرفتیم و مصرف کردیم، خیلی اثر گذاشت به سلامتیشون، خیلی اثر گذاشت. نیرو گرفتیشون از نظر جسمی، از نظر روحی، از نظر خواب خیلی بهتر شد. اصلا خوابش خیلی بد شده بود، خیلی از نظر خواب و از نظر جسمی واقعا خوب شده بودن و اینقدر خوب شده بودن که منم اصلا تصمیم گرفتم خودم این داروهاشون یک دوره هم که هست استفاده کنم. و چون این دارو آزاد کننده سلولای بنیادی هست، برای هر بیماری مفیده. و در آخر خواهم تشکر کنم از آقای دکتر وزیر تبار، آقای دکتر دراپا، خانم دکتر ابتهی، آقای علی خانی و خانم علی خانی که واقعا زحمت میکشن و خدا در عوض خیر بهشون. زحمتی که الان دارم به خاطر استفاده از همه داروهای استمرجی هست که من مدیون آقای دکتر هستم که اینقدر پر انرژی شدم که میتونم کار خونم و خودم انجام بدم و به کارم، به زندگی، کارهای روزمره زندگی برسم. حتی بیرون از خونه کار میکنم و خیلی خوشحال هستم که باز تونستم این اطلاعات را در اختیار بینندگان عزیز قرار بدم که واقعا خیلی این داروها مفید بود و خیلی مفید است. واقعا اگر کسانی که واقعا صدای من میشنون ازشون خواهش میکنم که اگر کوچکترین بیماری دارن حتما تماس بگیرن با آقای دکتر، بی نتیجه نخواهد بود. عملکرد این داروها برای من خیلی تاثیرگذار بود و سلامتیم کامل به دست آوردم. و در پایان جا دارد که از زحمات آقای دکتر وزیری تبا، دکتر دراپا و همچنین سرکار خانم میترا ابتهی که در رابطه با تغذیه و رژیم غذایی من راهنمایی کردن و از برنامه های خوب ITN توسط مدیریت محترم امیر شبخیز و جینوس حکاک و همچنین از آقای علی خانی و سرکار خانم علی خانی که زحمت کشیدن و خیلی زحمتشون دادیم این مدت، تشکر را قدردانی میکنم و آرزوی سلامتی برای همه دارم. خدمت دکتر آقای همطور که دیدید صحبت‌های این بانوی محترم شنیدید. ببینید من حالا یه توضیح اول مقدمتاً باید بدم تا بعد بریم سراغ اون ویدئویی که من برای شما ازش تهیه کردم. در مورد بیماری کولیت اورسروس، کولیت یعنی التهاب روده بزرگ، کلون یعنی روده بزرگ، که اصطلاحاً اون روده بزرگ به قسمت‌های مختلفی تقسیم میشه. اگر ما از رکتوم حساب بکنیم
جایی که مدفوع دفن میشه قسمت انتهایی روده بزرگ هست که اسلامش میگن رکتوم. بعد از اون یه قسمتی از داخل تر هست به نام سیگمویده، جایی که مدفوع ذخیره میشه و پر میشه، آماده دفن میشه. بقیه دیگه سه بخش از روده بزرگ یا کلونه، یکیش پایین رونده، عرضی و بالا رونده. این سه قسمتیه که طی میکنه. اصولا من گوارش رو خدمتتون عرض بکنم یعنی چی. وقتی که شما یه چیزی رو میخورید، یه غذایی رو داخل دهان میذارید، یه لقمه‌ای رو، و قورت میدید و از مری میره به طرف پایین، یه لوله‌ای هست به نام مری، میرسه به یه دریچه‌ای به نام دریچه کاردیا. دریچه کاردیا باز میشه، غذا وارد معده میشه و بعد بسته میشه. در داخل معده اسید ترشح میشه، مواد که لازمه ترشح میشه و این ماشین لباسشویی کار میکنه معده. بعد از اون وارد یه قسمتی از روده باریک میشه، مواد غذایی بهش میگن دودنوم یا دوازدهه، که 12 سانتیمتر طولشه، به عربی اثناعشر. بعد از اون قسمت اثناعشر یا دوازدهه یا دودنوم وارد قسمتی میشه به نام ژژنوم، یه قسمتی از روده باریک هست، بهش اصطلاحاً میگیم ژژنوم. بعد از ژژنوم وارد ایلئوم میشه که قسمت انتهای روده کوچک یا روده باریکه. بعد از ایلئوم وارد روده بزرگ میشه. روده بزرگ سه قسمت داره. یه قسمت بهش میگن بالا رونده، یه قسمتش بهش میگن عرضی، یه قسمت میگن پایین رونده. قسمت بالا رونده با امواجی که ایجاد میکنه مواد غذایی رو بالا میبره، در عرض حرکت میکنه، پایین میاد و وارد سیگموید میشه، همون جایی که مدفوع رو درست میکنه و بعد از رکتوم دفن میشه. این کل مجموعه از زمانی که شما غذا رو میخورید تا زمانی که دفن میشه. دو تا بیماری خیلی شایع هستن، این هر دوشون علتش و موضوعش یکیه، اسمش فرق میکنه به علتی. یکی بیماری همین اورسراتیف کولایتیس یا کولیتروسروز یا کلون زخمی یا روده زخمیه، و یکی بیماری کرونه. بیماری کرون با این بیماری هر دو یه جنسن، یک چیزن، ولی در کرون انتهای ایلئوم روده باریک درگیره و میتونه روده بزرگ رو هم درگیر بکنه، ولی در اورسراتیف کولایتیس فقط روده بزرگ درگیر این زخم ها میشه. این زخم ها از یکی تا صدها میتونن در روده بزرگ به وجود بیان و التهاب کنه جا درش. علت اصلیش نقص ایمنیه. البته سه تا علت داره که حالا در فیلم توضیح خواهم داد، ولی سیستم ایمنی چون علیه بدن اقدام میکنه به مخاط روده داخلیش حمله ور میشه و اینا رو صدمه میزنه، زخمی میکنه و فرد خونریزی میکنه. که اگر شما موافق باشید، خانم ارکوز موافق باشید، بریم با هم دیگه این ویدئو رو در مورد یه چند دقیقه در مورد این مسئله روده زخمی ببینیم، برگردیم به صحبتمون ادامه بدیم. حتما اگر آماده هستم که از خدمتتون خواهم کرد. بعد از این Ulcerative colitis is a chronic condition characterized by inflammation and sores or ulcers. روده قرمز روده بزرگه که التهابی هم هست، یعنی نوشته Ulcerative colitis is a chronic disease، یه بیماری مزمنه که جدار داخلی ملتهب میشه. این مقطع یک روده بزرگ رو نشون میده، از پایین شروع میشه به این صورت تو رکتوم و بعد میاد بالا، میپیشه داخل روده پایین رونده، بعد میاد تو عرضی، درست برعکسه، بعد میاد توی بالا رونده. یعنی تمام این مسیر رو این التهاب میگیره و گاهی اوقات این آپ اند داون داره، گاهی اوقات شدید میشه، خونریزی میده، ناراحتی ایجاد میکنه، گاهی اوقات برمیگرده بالا تا اولش، یعنی حال آدم خوب میشه حتی بدون دارو. اصطلاحاً این بهش میگن مرحله ریمیشن، مرحله آرامش، برگشت. پس هر بیمار روده زخمی انواع و اقسام داره. در نوعی هم هستش که خیلی شدید نیست بیماریشون، ولی ایجاد میشه و بعد دوباره خوب میشن، دوباره ایجاد میشه، دوباره خوب میشن. گاهی هم بعضی خیلی شدیدتر از حالت عادیه. انواع داره کولیتروسروز در افراد بسته به شدت. داره توضیح میده که فاکتورهای بسیار زیادی درش مؤثرن، ولی سه تا
چیز اصلی علتشه، یکی ژنتیکه، یکی مسئله انوایرمنت یعنی همین سیگار و دود و این مسائل، و یکی مسئله حمله سیستم ایمنی به بدنه. میگه سه تا عامل باعثشه. و در مورد انوایرمنت که خب کشیدن سیگار زیاد میتونه روده زخمی ایجاد بکنه، نه روده زخمی، خیلی از بیماری‌ها رو میتونه ایجاد بکنه. در اینجا مقطعی یه روده رو نشون میده، میتونه اگر که ویروس ها میکروب ها برن به اونجا حمله ور بشن، مثلا پای شما زخم بشه، این چرک عفونت بیاد جریان بره تو جریان خون، این عفونت بره تو روده داخل اینا نفوذ به داخل روده بکنه، سیستم ایمنی بدن رو تغییر میده، اونا وقت علیه بدن اقدام میکنن، یک مرتبه التهاب روشن میشه در سیستم روده و یک کرونیک اینفلمیشن یعنی التهاب مزمن برای فرد شروع میشه، که این یکی باز از علله. پس ما دیدیم علت ژنتیک داره، میتونه مادرزادی باشه، علت به اصطلاح دود سیگار و کارخانجات و این مسائل میتونه تولید بشه بکنه، و یکی هم علتش نقص ایمنی بدن به علت عفونت یا میکروبی که یه مرتبه سیستم ایمنی رو علیه بدن میشورونه و این سلولا به بدن حمله ور میشن. در مورد حالا اگر برگردیم، چون اینجا یه مقداری کمتر متوجه میشن عزیزان، ببینید من این داشتم خدمتتون عرض میکردم، این انواع و اقسام داره، شدت داره، ضعف داره، بیشتر در جوان هاست، یعنی فردی مثلا میبینی 18 سالشه، 17 سالشه، 20 سالشه، 25 سالشه، شروع بیماری اون موقع است. بله. بعضی ها اصلا مزمنه، خیلی آهسته است، ممکنه مثلا تا 30 سالگی 40 سالگی اورژانس نشه این موضوع براشون. بله. ولی خب گهگاه خونریزی روده رو دارن. بله. ولی بعضی از افراد هستن که بسیار بسیار این شدیده خونریزی درشون. اونایی که خیلی خونریزی درشون شدیده، چاره‌ای ندارن جز اینکه روده رو بردارن. اوه. یعنی کل روده رو ور میدارن، روده باریکو به شکم میدوزن. یعنی مقعد ما میاد رو شکممون، بعد مقعدو میدوزنش. بله. کیسه میذارن. بله. خیلی این کارو کردن الان کسانی که کلترسور دارن متاسفانه، چون نمیشده کنترلش کنن. بله. هر کاری خواستن بکنن با دارو جلوی این رو بگیرن و آرامش بدن، متاسفانه نشده، ناشرتن کل روده رو بردارن، که اصطلاحش میگن ابدومینال پرینال. بله. یعنی معنی ابدومینال یعنی شکم، پرینال یعنی مقعد. بله. یعنی مقعد میشه شکم، میشه مقعد آدم، ابدومینال پرینال. عجب. که خب سخت هم است برای یه جوونی که یه دختر جوون، یه پسر جوون که کیسه داشته باشه از بچه، خب هست متاسفانه. بله. این مورد هست، ولی اگر خیلی شدید نباشه، معمولا با داروهایی مثل حالا کلشسین، سوفسالازین یا متوتریکسید یا پردنیزولون یا انمای، اینا رو انجام میدن، این کار رو سعی میکنن اینجوری نگرش دارن. بله. ولی درمانی از نظر پزشکی نداره، یعنی بگن شما، ما شما رو درمانت میکنیم. بله. اما خوشبختانه این بیماری از طریق روش کاری ما، یعنی از طریق سلولهای بنیادی، کیوربله، قابل درمانه. بله. نه موقت، به طور دائم. بله. علتش اینه که این هم میره جزء کاتگوری بیماری های نقص ایمنی. بله. و بیماری های نقص ایمنی بیماری هایی هستن که بسیار خوب جواب میدن به این درمان، این بیماری ها، و ما میتونیم چون میدونید که سیستم ایمنی بدن در اصل همون گلوبولای سفید بدن هستن، که حالا تیسل بیسل اینا هستن که علیه بافت های بدن ما اقدام میکنن. حالا فرض کنیم بیماری نقص ایمنی چند تا رو اسم ببریم، به عنوان مثال مثلا میتونیم بگیم MS هست، فرض بکنید روماتیسم مفصلی هست، بیماری پسوریزیس هست، بیماری لوپوس هست، بیماری های همین کولیترسروز هست، و خیلی بیماری های هست که نقص ایمنی دارن. بله. چون این روش درمان به علت آزادسازی سلول های بنیادی از مغز استخوان خود فرد، که این سلول های بنیادی که از مغز استخوان فرد آزاد میشن همیشه سه مدل هست، سه نوع هست، یکی رو بهشون ما میگیم هموجنیتور یا خونسازها، یکی رو ما بهشون میگیم اندوتلیال یا بافتسازها، یکی رو بهشون میگیم اندوتلیال به اصطلاح مزانکمال یا بافتسازها، اندوتلیال یا مخاطسازها. بله. اینا همیشه انواعیه که میاد داخل جریان خون. اون نوع هموجنیتورش از یه طرف میره سیستم ایمنی رو درست میکنه، که معمولا بین 3 تا 4 ماه طول میکشه، چون عمر گلوبول بین 90 تا 120 روزه، پس ما زودتر از 4 ماه نمیتونیم بگیم کاملا پاک شده فرد از سلولهای ایمنی بد و علیه بدنش. بله.
و نوع مزانکیمال ها میاد میره بافت های دیگر درست میکنه. در مورد مثلا کلیتروسروز مزانکیمال زیاد با ما کاری نداره، اندوتلیال ها هستن که مخاطین و میرن مخاط رو درست میکنن. یه پدیده خیلی جالبیه، حالا در ام اس نه، ما با اندوتلیال کار نداریم، به اصطلاح مزانکیمال های بافت ساز هستن که میرن بافت های عصبی رو درست میکنن. این روش درمان در مورد بیماری های نقص ایمنی به طور معجزه آسای جواب میده و ما نتیجه فوق العاده خوبی از این درمان گرفتیم. بله. حالا اگر سوالی هست. بله آقای دکتر، این سه عاملی که گفتید باعث این نوع بیماری میشه، آیا خوردن مواد غذایی متفاوت نمیتونه اولا باعث ایجادش بشه و یا باعث تشدیدش بشه؟ آفرین. چرا من اینو فراموش کردم میگم. بله. جای خانم هفته‌ای خالی که متخصص تغذیه مان ایشون باید توضیح میدادن. بله همینطور که میگید، ببینید گاهی اوقات این تغذیه غلط میتونه کلیتروسروز ایجاد کنه. بله. چون تو تصاویرم بود، من فراموش کردم بگم چون راجع به صحبت نکردم. یعنی یه تغذیه غلط غذایی که البته متخصص تغذیه باید به توضیح بده چه موادی برای کلیتروسروز خوب نیست، که ما در البته در وبسایتمون نوشته شده، اونجا توضیح داده شده چی خوب نیست، چی خوب هست، چی نیست، همینا هست. بله. اما خیلی مهمه این قضیه، مثلا تغذیه مهمترین مسئله است برای بیماری. حتی کسی که گرفته این بیماری رو برای درمانش و برای حتی ما که مثلا دارو براش میدیم یا محصول میدیم برای 6 ماه، مسلماً یه رژیم غذایی خاصی لازم داره. بله. نمیشه هر غذایی رو بخوره. بله. بله. و سوال بعدی من اینه که اصولاً وقتی که خونریزی در داخل بدن ایجاد بله. میشه، اولین چیزی رو که میرن سراغش میگن که خون شما رقیق شده و این خونریزی اتفاق افتاده. حالا در بعضی مواقع سریع متوجه میشن خونریزی از کجاست. بله. بعضی مواقع باید خیلی موشکافی بیشتر بله پزشکان بکنن برای اینکه بدونن منبع خونریزی در داخل بدن کدوم قسمت هست. بله. آیا این در آزمایشات اولیه نشون داده میشه؟ آیا غلظت یا به اصطلاح چی میگن سیلون نقاط، بله، آیا در خونریزی تاثیر میکنه؟ یعنی خون خیلی غلیظ نباشه و خون خیلی چی بهش میگن رقیق باشه، آیا در شدت خونریزی تاثیر گذار است یا خیلی؟ نه، من توضیح میدم برات. بله. ببینید مسئله خونریزی در سیستم دستگاه گوارش و سایر نقاط بدن، بله، اینها با اولا مشاهده ایه، این خیلی ساده است. بله. برای که فرد وقتی میره دستشویی، بله، خون داره دفع میکنه، خب خون داره میبینه داره میره. درست. گاهی اوقات خون مخفیه. بله. یعنی خون میاد با مدفوع قاطی میشه. بله. رنگ مدفوع رو سیاه میکنه. بله. اگر رنگ مدفوع سیاه شد، این خون از دستگاه گوارش قسمت تحتانی نیست. آه. چون مسیر طولانی رو طی کرده، پس از معده است. بله. یعنی اگر کسی مدفوع سیاه داشت، یا معده یا اصلا سرش داره خون ریزی میکنه. بله. ولی اگر یا آهن زیاد خورده، چون آهن زیاد هم مدفوع سیاه میکنه. بله. ولی اگر کسی در خون روشن دفع کرد از خودش، تمام قسمت پایینه، یعنی یا هموروئید داره که خیلی اشتباه هم همطور که در مصاحبه هم گفتن قاهر عزیز ما خیلی اشتباه میکنه، فهم میکنه مثلا هموروید داره فرد. بله. یا هموروید داره یا شقاق داره یا فیسور داره تو رکتوم. بله. یا روده مشکل پیدا کرده، به هر خون ریزی ما رو روده بزرگ و رکتوم و مقعده. بله. مربوط بالاتر نیست. اوکی. خب دیده میشه این خون. بله. این یک مطلب بعدی که فراموش کردم بگم و خیلی مهمه اینه که این خون ریزی رو بدن اثر منفی میذاره. بله. چون وقتی شما کم خون میشین، خون ریزی میکنین، اولین جایی که اثر میذاره رو خونتونه، کم خونی، دچار کم خونی میشین. درسته. وقتی دچار کم خونی شدید، پس به تب کلیتون دچار مشکل میشه، چشم ها دچار بیناییتون دچار مشکل میشه، مغزتون دچار مشکل میشه، تنفستون دچار مشکل میشه. کم خونی چیز خوبی نیست. درسته. پس این بیماری فقط کلیتروسروز نیست. کلیتروز که دوام پیدا کنه و خون ریزی خیلی زیاد باشه، میتونه خیلی عوارض رو بدن فرد بذاره. درسته. خستگی ایجاد میکنه، بیحالی ایجاد میکنه، قابلودگی ایجاد میکنه، تمام از عوارضشه. درسته. به همین خاطر اینا مهمه، اینا عوارضیه که کلیتروسروز برای فرد ایجاد میکنه. حالا برمیگردیم به صحبت شما، رقت یا غلظت خون هیچ تأثیری در این بیماری نداره. بله. در این بیماری نداره، حالا غلیظ رقیق فرق نمی کنه. بله. چون اینا میان مثل یه
ناخون بلندی یکی داشته باشه خراش بده پوستو چجوری خون میاد. بله. اینا میرن تو روده رو خراش میدن، همطور خون میریزه از روده. بله. یعنی سلولای داخلی روده خراشیده میشن، خراب میشن، داغون میشن و خون ریزی ایجاد میشه. این بله. به این علته که بله. و یکی از راهاش اینه که خون تزریق کنن به بیمار اگر خیلی شدید باشه. خیلی شدید باشه. ولی اگر نه، برای کمخونیش از کپسولای فیفول آهن یا اسید فولیک استفاده میشه، یه مقدار کمخونی جبران شه. ولی مسئله که وجود داره برای درمان بیمار، خب ناچارن بیمار باید یا کلچیسین یا سوفسالازین یا فرض بکنید کورتون یا متوتریکسید باید استفاده کنید، چاره ای هم ندارن جز این. بله. وقت متاسفانه خب این همه عوارض دارن دیگه. بله. هم متوتریکسید عوارض داره، هم کورتون عوارض داره، چاره جز این ندارن. بله. برای اینکه باید سیستم ایمنی رو مهار کنن. درسته. این اتفاقات میفته برای فرد. بله. به این مسائل وجود داره. بله. ولی خوشبختانه از این روش درمان ما بسیار بسیار در این درمان چه در... ما الان بیماران استرالیا درمان شده داریم، سوئد هست، کانادا هست، تعدادی هم ایران هستن، یه نفرم آلمان. بله. اینا درمان شدن به وسیله بسیار هم عالی. بله. خب مطالب رو در مورد این بیماری فرمودید، در مورد ساپلمنت ها نمیخواید صحبت کنیم؟ چرا، قبل از اینکه راجع به ساپلمنت صحبت کنیم یه مطلبی رو بگم، یه ذره خستگیمون داره. بله. من هفته گذشته خدا خیرش بده این خواهر ما رو شوره جان یه برنامه داشتم با آقای سپروند. بله. که مصاحبه داشتم. چقدر ما لذت بردیم. بله. از حضورشون مرسی. بعد شوره جان اومد گفتش که شهریار که میاد اینجا، ما رفتیم با هم نشستیم سریال هیولا که واقعا هم زیباست با آقای ما ایران مدیری، نشستیم تا ساعت 2 شب اینو نگاه کرد. بله. آقا بعد مریضه با ما زنگ زنه میگن آقای دکتر بیشه که با ما زنگ بزنی میشین عزیزم. بابا یه شب بودید. بعدم فکر کنم که خانم شهره آقداشلوی عزیز همیشه اینجا نیستن. نه خیر، شهره معمولا زمستان ها به خاطر سریالی که بازی میکنه الان 5 ساله. بله. سریال اکسپنس الزاماً موقعی که هوا سرده، چون اون سریال اودیسه فضاییه. بله. بعد تو سرما فیلم برداری بشه. بله. میره به تورنتو. بله. و معمولا 5 ماه اینجا نیست. بله. خب زمانی هم که اینجا هست باز اینجا نیست. یه شب هم نذاشتن شما بشینید سریال ببینید. اونم سریال به این جالبی. قشنگ. و این رو بگم خدمتون در مورد همین سریال آقای مهران مدیری، من واقعا به ایشون تبریک میگم، حقیقتا بهترین ها رو ایشون انتخاب کرده. همیشه هم خودشون واقعا کارشون بی‌نظیره، تجربه دارن، سالیان سال دارن در این زمینه کار میکنن، این دفعه واقعا متفاوته کارشون، یه کار خیلی جالبیه، یعنی اصلا یه راه دیگه رو دارن میرن و خیلی طرفدار زیادی این سریال داره. من خودم یکی از طرفدارش، یعنی منتظرم این سریال بیان. همه سریالاشون طرفدار داره. بله. واقعا. و انتخاب مثلا خانم گوهر خیراندیش ایشون هم که واقعا نازنینه، یعنی به نظر من یکی از بهترین هنرپیشه های زن سینما ایرانه. واقعا خانم خیراندیش به نظر من اصلا دیگه یه چیز یونیکه، واقعا فوق‌العاده. من خیلی دوستش دارم. در هر نقشی فوق‌العاده که بهشون میدن فوق‌العاده است. به نحو احسن ایشون. یا آقای فرهاد اصلانی یکی از بازیگران بسیار مطرح اصلا هستن. اصلا گروه آقای یا نیما شعبانی اون پسر چقدر خوب بازی میکنه. نیما شعبانی که ما در ممنوعه هم بازیشون رو دیدیم. میگم من چون خودم همش با شهره بالاخره سر کردم تو کار سینما هم هستیم. بله. سینما. ولی واقعا من تبریک میگم با آقای مهران مدیری، خسته نباشید بهشون میگم، فوق‌العاده بود سریالتون و فوق‌العاده هست، کاراتون اصلا فوق‌العاده است. من خیلی شما رو دوست دارم و آرزوی سلامتی براتون دارم و بازیگران خوبی رو انتخاب کردید، راه درستی رو دارید میرید، به حرف کسی گوش نکنید، کاری که خودتون میدونید انجام بدید. بله. ایشون بله. یکی از واقعا افتخارات ایران هستن. بله. واقعا مرد نازنینه، بازیگر، کارگردان و نویسنده‌ای که اینقدر قشنگ تجزیه تحلیل میکنه مسائل رو، و ما هم که از سریالاشون، از برنامه های دور همیشون مردم. چقدر لذت بردیم و چقدر استفاده اصولا کردیم. آدمه، من یه سری در مورد ایشون بگم، اون شناختی که من از ایشون دارم و مطمئنم هستم همینطوره، ایشون خیلی صادقه. بله. خیلی صادقه با انسان ها. فکر کنم اون چیزی که به فکرشون میاد به زبون میاد. دقیقاً. آدم بسیار صادقیه، انسان دوسته،
واقعا آدم بی نظیریه. بله. خدا انشالله حفظش کنه. انشالله. آقای مهران مدیر رو سالیان سال در برسر خانوادهشون باشن. انشالله. موفق باشن و بتونن مردم ما رو شاد کنن، خوشحال کنن. بله. از کارهایی که انجام میدن. بله. حالا بریم سراغ اون وبسایتمون، اگر لطف کنید اون وبسایت رو بیارید. من یه توضیح بله بیارید وبسایت رو، ممنون میشم. بله بله، ببینید من یه توضیح راجع این وبسایت بدم. عزیزانی که مایلند بررسی بکنن این روش درمون با این کار رو و آشنا بشن با آقای دکتر کریستیان دراپا، دانشمندی که این کشف رو کردن، اگر ما در صفحه به اصطلاح همکارا بریم، بله، در اینجا میبینیم که آقای دکتر دراپا رو، تصویرشون رو میبینیم در اینجا. من هم که در خدمتتون هستم و خانم میترا افتایی که متخصص تغذیه کمپانی ما هستن که حقیقتا دستشون درد نکنه، خیلی زحمت میکشن. آقای دکتر دراپا شرح حالشون رو میتونید از اون قسمتی که زیرش نوشته مطالعه کنید، کلیک کنید و مطالعه بکنید. تمام زندگی ایشون، شرح حال ایشون، و خیلی جالب بود. من اتفاقا توی این محفلی بودم، راجع به ایشون صحبت بود و اینکه تسلطشون به 3 زبان زنده دنیا. بله. یعنی انگلیسی، فرانسه و اسپانیش. بله. به طور خارق‌العاده‌ای صحبت میکنن، یعنی انگار که همون ملیت رو دارن. ولی ما نتونستیم فارسی رو یادشون بدیم. نه فارسی بلدن یه کمی، من دارم یادش میدم. حالا قول گرفتم ازشون که در یک دو خیلی اخیرا کارشون خیلی زیاد شده. حالا قول گرفتم که یه برنامه بیان اینجا انشالله با یکی از بیماران ما که شفا یافتند، که ازشون خواهش کردم از اون بیمار که به زبان انگلیسی صحبت بکنن. بله. که خارج از کشور هستن. بله. اون رو نشون بدیم، زیرنویس فارسی داشته باشه، ایشون هم لذت ببر از زحماتی که داره میکشه. البته من این خبر رو به ایشون میدم. بله. و خیلی خوشحاله و خیلی همیشه هم سلام میرسونه به جامعه ایرانی، به مردم. بله. انسان نازنینی آقای دکتر دراپا، خیلی تلاش میکنه برای مردم. یکی از ویژگی‌های وبسایتی که آقای دکتر درست کردید و عزیزان میتونن در داخلش برن، تمام شرح حال آقای دکتر دراپا، تمام فیلم‌هایی که دارید. بله. از مسائل مختلف همه به زبان فارسی ترجمه شدن، همه. بله. از و تمام کسانی که به زبان انگلیسی وارد نیستن میتونن تمام این شرح‌ها رو به زبان فارسی سلیس داشته باشن و بدونن که قدم در چه مسیری رو میخوان بگذارن و تصمیم گیری. بله. رو بسیار ساده میکنه براشون. بله. الان مرسی، اگر وارد مکمل ها بشیم، مرسی اگر وارد مکمل ها بشیم که ما زیر صفحه مینویسیم داروهای جانبی مکمل ها، اگر بشه برو. بله بله، مرسی، خیلی ممنون. ببینید ما علاوه بر این که عزیزان ما که براشون دارو از امریکا میفرستیم، محصولاتشون میفرستیم، پکیجی براشون در نظر میگیریم که اصلش اسم رژین یا سلولای بنیادی آزاد کنندش هست، و در کنار اون داروهای جانبی رو برای عزیزان میفرستیم. بله. که این داروهای جانبی میتونه حالا برای مشکل مفصلیشون باشه، مشکل حافظهشون باشه، مغزشون باشه، مشکلات تنفسیشون باشه، به همه چی همه چی. تعداد این داروهای جانبی ما بسیار زیاد و متنوع. به عنوان مثال حالا همونی که زانوشه گرفته، اگه برین روش توجه میکنین، اگر اینجا رو دقت بکنین، مثلا ما صحبت از BCAA کردیم که یه نوع پروتئین مجموعی از الکارناتین، الارجینین و بقیه، که خیلی قدرت میده به صدمات عضلانی. بله. قدرت عضلانی رو بالا میبره، که موجود هست در ایران الان، اگر بخوان زنگ بزنن ما اینا رو، چون از امریکا مستقیم میفرستیم به ایران. بله. به عنوان داروهای جانبی. یا اگر فرض بکنید بریم پایین تر، یا هم جنسینگ مثلا. خب جنسینگ شما خودتون میدونید خیلی خواص داره، فشار خون رو تنظیم میکنه، قند خون رو پایین میاره، قدرت جسمی رو افزایش میده، قوای جنسی رو افزایش میده، حافظه رو افزایش میده، هزاره خاصیت داره جنسینگ. بله. خب به تب چیزی که اینجا تولید میشه خیلی اصله. الان میدونید در ایران اصلا نمیتونید اینا رو پیدا کن، نیست. بله. الان طوری شده که در ایران واقعا کمیاب شده و با قیمتهای خیلی هنگفت، یعنی هزینه های عجیب و غریب. اینا رو شما نگاه کنید، همه $20، $30، $35، در ایران خیلی گرانتر از ایناست این. بله. محصولات. بله. و مردم مثلا این الارجینینی که برای قلب خیلی خوبه، یک نوع پروتئینی خیلی مؤثره برای مشکلات قلبی، برای حافظه خوبه و برای قدرت بدنی خوبه، خیلی چیز خوبیه.
حالا پایین صفحه اگه مثلا ملاتونین برای خواب، یه چیزی که مغز ترشح میکنه به طور نرمال، بله. ما همه اینا رو داریم. یا فرض بکنید اگر بریم روی پایین صفحه این و این طرف، این طرف اگر بله اینو بزنید، ببینید مثلا شارک کارتیلیج بد باشه، بله. بله شارک کارتیلیج یک داروی فوق‌العاده برای ترمیم و درد مفصلی و زانو و کمر اینا، چیز فوق. ما همیشه برای بیمارا شارک کارتیلیج میذاریم، بله. یا برای حافظه مثلا باکوپا میذاریم، گینگو بلوپا میذاریم، برای ورمی که توی ریه و قلب و اندامه و وجود میاد، یا سایر موارد دیگه مفاصل، کوارسیتین بروملین رو برای بیمار میذاریم. ویتامین دی 3 خب خیلی چیز خیلی مهمیه، بله. یعنی اصل بدن ما با ویتامین دی 3، حتی کروموزوما، خب پس این ویتامین دی 3 هم همیشه ما داریم. الان ما اومدیم دو تا کار، پس اینا که برای بیمار ما میاد، ولی بله. علاوه بر این برای کسانی که علاقمندن مثلا ویتامین دی داشته باشن، علاقمندن این محصولات جانبی یا داروهای جانبی رو داشته باشن، همینطوری که در زیر صفحه الان نمیبینیم، همونطور که در زیر صفحه نمیبینیم الان میذاریم که ببینیم این دختر خانم گل فریبا خانم یادش میره بعضی وقتا، بله در بله ببینید اونجا که نوشته شده جهت سفارش داروهای جانبی، همینه که الان توضیح دادم، بله. عزیزان واتساپ میتونن بکنن و تقاضا کنن، بعد شماره تلفن مربوط رو در تهران بهشون میدن، با اون شماره تماس میگیرن، بله. البته چرا ما این کارا رو خیلی میپیچونیمش؟ به خاطر اینکه عزیزان مسئول وزارت اطلاعات نشسته فقط تلفن قطع کنن، بله. خب یه تلفن تهران بزنیم قطع میکنن، کما اینکه این دوتا رو حتما تا حالا یکیشو قطع کردن، تا ما داریم برنامه اجرا میکنیم یکیشو قطع کردن. ولی با واتساپ میتونن تماس بگیرن. همین میخواستم بگم، این تلفنایی که عزیزان میبینن واتساپ داره، و اگر دیدید تلفن قطعه واتساپ استفاده کنید، از واتساپ این دوتا تلفن زیر صفحه استفاده کنید، چون برادران محترم وزارت اطلاعات اینا رو قطع میکنن به زودی تا فرد پس فرد، برای همین ما هی مرتب شماره جدید میذاریم قطع میکنن، ما میذاریم هی قطع میکنن، ولی برای ما ولکن نیستیم دیگه، ما کارمون انجام میدیم دیگه. و این رو از شما که دارید خدمت میکنید به جامعه، شما که دارید در راه سلامتی عزیزان قدم برمیدارید، من نمیدونم چرا این کارو میکنید. نه فرقی نداره دیگه براشون، همه شبکه‌ها بهشون گفتن بشین اونجا، همه رو از دم گردن بزن، فرقی نمیکنه با گناهکار بی گناه، راجع پزشکی میگه خوشکتر، با مسئله سیاسی میگه، راجع هرچی میگه، و مهم هم نیست، ما به هر حال این کارو میکنیم. فقط یه چیزی رو بگم، عزیزانی که زنگ میزنن مثلا ثبت نام میکنن، اسمشون رو میدن، بعد زنگ میزنن میخوام بگم مثلا دکتر به ما زنگ نزد یا دیر شد، اینا قطعه، یعنی چی شد؟ خیلی جالب اینو بگم، بخندیم، میدونم الان خیلی خندت میگیره، اسم نمیبرم، یه خانومی برای دفتر ما در دبی، بله، یک نامه مفصل نوشته بود که حالا خب من نرسیده بودم چند روز زنگ بزنم، کار داشتم، گرفتار بودم، نمیشد، بله. تعداد مشاوره زیاد بود، نوشته بود که راست میگن شما کلاه بردارید، 50,000 تومان من خورده شد رفت. بابا ازت راجب چی داری؟ چنانی خانم چولوخش کرده بود داستان رو که بعد من زنگ زدم گفتم خانم به خدا ما اینجا هم کلاهبردار نیست، خیال تو من وقت نکردم به شما زنگ بزنم. خب آخه باید بدونم فقط خودشون نیستن، تعداد زیادی بعد از هر برنامه شما زنگ میزنن، تقاضای مشاوره میکنن، یه ذره تایم بدید، یه ذره زمان بدید، ایشون یک نفر هستن و باید به تمام تلفن ها پاسخ بدن، به ترتیب میگذارن در طول هفته که اینجا تشریف نمیارن، تمام مدت دارن تماس ها رو برقرار میکنن، یه ذره تایم بدید دیگه، همه چیز سریع انجام نمیشه. بله. یک وقت شما رو خیلی گرفتم، خواهش میکنم، خیلی ممنون آقای دکتر، با تشکر از آقای دکتر شهریار وزیر تبار، به اتفاق ایشون با شما عزیزان خدافظی میکنیم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، خدا نگهدار. خدا نگهدار.